با آشپزی لحظات خوشی داشته باشید. با همکاری روبه هدیه است و خوشم میآید. با تقدیم سلام، بعد از ظهرتون بخیر. امیدوارم بعد از ظهر خوب و خوشی را آغاز کرده باشین. باز هم امروز به شیرجان میخوان ماهی، کباب ماهی با برنج همراه با میکس سبزی آماده بسازن که نام غذا را و مواد لازم غذا را از خودشون میشنویم. بله دوست عزیز، با تقدیم سلام خدمت هر یک شما از علاقمنده برنامه شوزی، باز هم خوش آمده. خب نظر به اینکه خودتون فرمایش داده بوده و گفته بودن که 4-5 دوست ما گفته بودن که ما برنج آماده می‌سازیم، می‌خوایم که به شکل ازبکی یعنی همراه با سبزیجات آماده بسازیم. خب آماده ساختنش همراه با سبزیجات بسیار آسان است که ما می‌تونیم به چند شکل آماده بسازیم که یک نمیشه چند وقت پیش برای شما به شکل فراید رایس یا برنج سرخ شده فرانسوی آماده ساخته بودیم که یک شکل مقبول هم داشت و ما می‌تونستیم با بسیار آسانی و به شکل خوبی او را آماده بسازیم. واقعا مزه بسیار خوب هم داره که ما می‌تونیم در تابستان زمستان در هر فصل سال خواسته باشیم از او آماده بسازیم. خب امروز خواستم با شکل سبزیجات آماده بسازیم که همراه با سبزیجات هم میتونیم خوبتر آماده بسازیم. صرف برنج کمی جوش میتیم، بعد از اون همراه با سبزیجات مخلوط میکنیم، داخل دیگ میمانیم، دم میتیم، آماده میشن. و در کنارش امروز ما میخواییم که کباب ماهی هم آماده بسازیم با یک تزینی بسیار خوبش. و برنجی که امروز ما میخواییم آماده بسازیم برنج پلوی اصل، یعنی برنج بسیار خوبی است که او را ما آماده ساختیم که تا ای را آماده ای برنج آماده بسازیم پخته کنیم. ولی در کنار این کباب خوشمزه که آماده میسازیم باید که می برنج یک کمک نرم باشه، یعنی شوله نباشه، ولی از شوله کده کمک سختتر باشه، دانه دار کمک باشه، به شکل بسیار خوب میتونیم این غذا را آماده بسازیم. شروع میکنیم با مواد لازم. دوستا که میخواین مواد لازم یادداشت بگیرن، برای شما یک یک مواد لازم میگیم و شما دوست عزیز هم مواد لازم به شکل خوب و دقیق یادداشت بگیرید تا بتونید از این غذای خوشمزه در خانه‌تون آماده بسازید. موادی که ضرورت داریم: ماهی سفید، میکس سبزی یعنی مخلوط شده است که پس برای شما میگیم که به چه شکل آماده شده، پالک، گشنیز، لیمو، پیاز، کدوگک، کیوب، سیر، شبکه کباب و برنج. و در اخیر هم روبه حتی یک روبه بسیار خوب و خوشمزه است که ما میتونیم غذاهای خوشمزه را همراه با روبه حتی آماده بسازیم. واقعا طعم مزه بسیار خوبی داره که ما میتونیم غذاهای خوشمزه را همراه با روبه حتی آماده بسازیم، قورمه های خوشمزه آماده بسازیم، یعنی ما میتونیم رنگ برنج هم تغییر بدیم با رنگ خوبی که روبه حتی داره. واقعا که یک روبه بسیار خوب و خوشمزه است که ما غذای خوشمزه را همراه با روبه حتی آماده بسازیم. خب آب در حالت جوش است، به خاطر اینکه کمی نمکی باشه و برنجی را که ما جوش میتیم داخلش هم نمک داشته باشه و نمکی آماده شوه، کمی که نمک داخل دیگ اضافه میکنیم همراه با آب و بعد از او برنج اضافه میکنیم. برای چند دقیقه میمانیمش تا جوش بخوره. وقتی کاملا جوش خورد و آماده شد، بعد از او نوبت عزیز که رساف کنیم و سبزیجاتی که هست همیشه آماده میسازیم. ولی پیش از اینکه ما سبزیجات با برنج مخلوط کنیم، به خاطر تغییر دادن رنگ ازی بعضی مواد هست که باید کاملا سرخ شوند و آماده شوند تا ما بتونیم غذا را آماده بسازیم. خب برنج دالت آماده شدن است، بعضی کارهایش هست که پسان با سوار انجام بتیم، ولی حال نوبت ماهی است که باید ماهی را همراه با باربیکی ساس، لیمو و گشنیز کمی کخته میکنیم، داخل داشت میمونیم آماده میشه. و قبل از قبل ماهی را داخل داشت کمی نرم ساختیم. خب میشه که داخل داشت هم نرم بسازیم و میشه که ما بالای داخل یک پتنوس کلان آب اضافه کنیم، آب جوش، بعد از اون مایه که یخ جدا شده باشه، یعنی کاملا بدون یخ باشه، داخل آب جوش بانمش برای 5 دقیقه. 5 دقیقه بعد پس از داخل آب جوش میگیریمش و به شکل میمانیمش. یک طعم بسیار خوبی می داشته باشه، خود قاقق مزه‌دار خوشمزه می سازه که ما میتونیم هر وقت خواسته باشیم باشه باشیم ما میتونیم که از این غذا آماده بسازیم. خب نوبت گوشت ماهی است. خب گوشت ماهی را ما به اندازه 30%، یعنی صرف همین قسمت روی زیر ما باید که رنگش را سفید بسازیم، چرا که یک خود کمی بسته کنه. اگر زیاد نرم بسازیم هم خراب میشه، ولی خام هم اگر باشه از پیش ما خراب میشه، دیزاین خوبی نمیداشته باشه. به این خاطر باید که ما 30% ایره آماده بسازیم. بعد از اینکه 30% آماده شد، ما میتونیم که به همون شکل و دیزاینی که خود ما میخواییم ما میتونیم که آمادش کنیم. گوشت ماهی از خود یک بوی داره،
چطور میتونیم وقتی که آماده بسازیم گوشت ماهی را و بوی از بین ببریم؟ همراه با سیر هم میتونیم، همراه با مصالحه بسیار خوشمزه است که ما میتونیم اما بوی ماهی را به شکلی که مرغ ما اخته میکنیم، ماهی را اخته میکنیم، صرف داخل روغن سرخ میکنیم یا داخل داش میمونیم تا آماده شود. خب مواد زیر باید که یک یک اضافه کنیم. بعضی ها به این عقیده هستند که وقت ماهی را همراه با لبنیات مثل ماست یا شیر بخورن در جلدشان یک نوع لکه می برایه. نظر شما چیست؟ خب تقریبا زیادتر کسی هستند که تایید کردن که نباید که ماهی همراه با ماست آماده شود. به این خاطر زیادتر کسی آماده نمی سازن و ضرورت هم نیست که همراه با ماست آماده بسازیم. شما می تونیم همراه با سرکه، همراه با بعضی مواد بسیار خوشمزه دیگه است که آماده بسازیم. خب یارا به شکل کیوب بسیار منظم، بسیار با احتیاط آماده می سازیم. خب بشیر جان تا شما مایی را آماده می سازین، ما میریم بسی معلوماتی که آمده نشر از با هم یک جا می بینیم، دوباره برمی گردیم. بادرنگ حاوی مقدار کمی فیبر، املاح و ویتامین به ویژه ویتامین سی است. یک گیلاس متوسط بادرنگ حدود 6% از نیاز روزانه به ویتامین سی را تامین می کند. اما مهمترین خاصیت بادرنگ که در روزهای گرم سال مورد توجه قرار می گیرد، خاصیت سردی آن است. خوردن بادرنگ احساس تراوت و شادابی در فرد ایجاد کرده و به میزان قابل توجهی تشنگی و گرمازدگی را رفع می کند. گفتنی است که 95% بادرنگ از آب تشکیل شده است و خوردن یک بادرنگ با نوشیدن یک گیلاس آب برابری می کند. این در حالی است که پوست سبز بادرنگ نیز مقادیر قابل توجهی فیبر، پتاسیم و منیزیم دارد و خوردن بادرنگ همراه با پوست البته در صورتی که به خوبی شسته شده باشد توصیه می شود. از سوی دیگر برخی پزشکان بر این باورند که بادرنگ به کاهش فشار خون کمک می کند و از این رو مصرف آن برای افرادی که دچار فشار خون بالا هستند توصیه می شود. همچنین بادرنگ به درمان حساسیت های پوستی و آفتاب سوختگی کمک می کند. طبع بادرنگ سرد و مرطوب است. بادرنگ دارای خواص نرم کننده، ملین، مسحل، دفع کرم کدو، ضد تشویش، دلهره، ضد بیخوابی، ضد ناراحتی های عصبی و مسکن حرارت و تشنگی است. تخم بادرنگ خواب‌آور، آرام بخش، زرداب‌آور، تصفیه کننده خون، حل کننده عورات ها و اسید اوریک و جلادهنده است. بادرنگ در موارد ناراحتی های جلدی، دفع سموم و چربی های مضر، درمان درد های گرده، نقرس، باد مفاصل، روماتیسم، رفع چاقی و فشار خون، تب های عفونی و شدید، التهاب های درونی، سنگ های گرده و مثانه، تب های صفراوی، یرقان زرد، رفع التهاب جگر و معده به کار می رود. بادرنگ برای بیماران مبتلا به شکر خوب است و باعث تقویت جگر و رفع تشنگی می شود و برای خرد کردن سنگ های گرده و مثانه مؤثر می باشد. بادرنگ را می توان در موارد سوزش ادرار به کار برد. بادرنگ را برای رفع تب های صفراوی به کار می برند، مخصوصا موقعی که بادرنگ زرد شده و رسیده باشد. در این صورت مزه اش ترش می باشد و خاصیت زرداب در آن بیشتر است. تخم بادرنگ برای پندیدگی جگر خوب است. آب بادرنگ به طور مالیدنی و برای رفع خارش به کار می رود. مواد غذایی بادرنگ بسیار کم است و سلولوز زیاد دارد. آب بادرنگ را می توانید با آب سیب و زردک بخورید. سال هاست که آب بادرنگ را در معالجه گرده مصرف می کنند، زیرا گرده ها را شستشو می دهد و نیز در رژیم لاغری و تخلیه آن مصرف می شود. آب بادرنگ سبز را برای اکثر تب‌های عفونی و شدید و التهاب‌های درونی مصرف می‌کنند. خاصیت غذایی آن کم و بسیار سرد و شدیدترین تشنگی‌ها را فرو می‌نشاند. آب بادرنگ دارای اثر حل کننده و دفع اسید اوریک و تصفیه کننده خون و ضد سم است. مضرات: خوردن بادرنگ با پوست مخصوصاً اگر تر و تازه نباشد، دیر هضم بوده و باد معده و قلنج ایجاد می‌کند. برای معده های ضعیف و سوء هاضمه ضرر دارد و جهت دفع ضرر باید با عسل یا رازیانه خورد.
اگر بادرنگ بسیار رسیده و زرد شده باشد، خوردن آن باعث دل درد می شود. همچنین کسانی که طبع صفراوی دارند، این بادرنگ ها به آنها نمی سازد و باعث تحریک دل درد می شود. برای هضم بهتر بادرنگ، باید آن را با روغن زیتون و کمی سرکه و بهتر است با آب لیمو و نمک به صورت سالاد در آورده و مصرف کنند. ادامه لحظات شیرین آشپزی به همکاری ادامه برنامه آشپزی است و شما رو دوباره خوش آمدید میگم. بشیر جان هم حال گوشت ماهی را توته میکنن و برنج را که داخل آب جوش انداختن منتظر ازیستن که او نرم شود. برنج باید کاملا نرم شود؟ خب برنج باید کاملا نرم شود، یعنی به اندازه 80% نرم میسازیم، چرا که بعد از او همراه با سبزیجات هم آمادهش میکنیم. به خاطر باید که به اندازه 80% نرم شود. و از کدو هم امروز داخل یک غذا استفاده میکنیم؟ بله کدو هم است، ولی در حاصلش باید بادنجان سیاه باشه، ولی امروز ما بادنجان سیاه را پیدا کردن نتونستم. ما خواستم امروز از کدو آماده بسازیم. کدو فایده بسیار زیاد داره و زود هضم هم از کسایی که معده ضعیف دارن نمیتونن غذای ثقیل هضم کنن، میتونن از کدو زیادتر استفاده کنن. در وعده‌های غذای شبانه میتونن از کدو زیادتر استفاده کنن. خب گوشت به شکل کیوب همیشه باید که برش کنیم و این قسمت اضافهش میکنیم و باید که بعد از اینکه اضافه کردیم گوشت خلاص شد و نوبت اخته کردنش است که همراه با لیمو. خب یک بار ما برنج ببینیم که برنج به چی اندازه نرم شده. کسبیش ما یک بار زیاد نرم نشه. خب برنج باشه یک چند دقیقه هم ضرورت داره تا کاملا نرم شود. خب به خاطر آماده ساختن مایی ضرورت به یک کاسه داریم. لیمو به خاطر طعم دادن مایی و نرم کردن مایی هم کمک میکنه. بله به خاطر یک مزه بسیار خوبی میداشته باشه ما میتونیم خوبتر این غذا را آماده بسازیم. به خاطر همراه با آب لیمو اگر نباشه ما میتونیم همراه با سرکه هم استفاده کنیم. بعضی چون میگن مایی تقریبا گرم مزاج هستن و همچنان سیر هم به این شکل گرم است، میگن اگر سیر زیاد استفاده کنن خب فکر میکنن که هر دوش گرم است ضرر زیادتر است. اگر سیر کم استفاده کنن بوی که در مایی است او میمونه، چی باید کنن غیر از یک سیر استفاده کنن؟ خب هر دوش اگر به اندازه استفاده کنن هیچ مشکلی نیسته. یعنی ماهی را میگن گرم است، ماهی بسیار قوی است، در تابستان خورده نمیشه، در تا بهار خورده نمیشه یا خیر زمستان باشه به شکل نیسته. ماهی که آمده میسیزیم آمده ساختن زمستانی تابستانی داره و یک شکل دیگه چهار فصل داره که یعنی او به شکل اگر آمده بسازیم در چهار فصل سال ما میتونیم از اون ماهی استفاده کنیم و به شکل خوب و درست اگر استفاده کنیم ما میتونیم هر وقتی خواسته باشیم ماهی میتونیم استفاده کنیم. زیادتر کسوس میگن که ما وقتی ماهی استفاده کنیم فشار پایین و بالا میشه یا بعضی مشکلات دیگه برشان پیدا میشه، به خاطر از اینکه زیاد خوردن زیاد ماهی هم باعث بالا رفتن فشار خون میشه و این ماهی که در روغن سرخ میکنیم کاملا داخل روغن جوش میخوره و طبعا دیگر نقص میداشته باشه چرا که کاملا همراه با روغن آماده شده. ولی اگر داشی آماده بسازیم و به شکل دمی آماده ساخته باشیم کمچر باشه هیچ وقتی ضرر خود نداره و ما میتونیم هر وقتی که خواسته باشیم استفاده کنیم و وجود ما ضرورت به ویتامینای داره که ما باید از اون غذاها استفاده کنیم. اگر ما بگیم تابستانی زمستانی و هیچ وقت استفاده نکنیم، مثلا مایز کسایی هستن میگن که ما زخم داریم ما مایز استفاده نمیکنیم، خوب استفاده کنن ولی بسیار کم، به اندازه 4 لقمه یا 5 لقمه استفاده کنن هیچ ضرری نداره. خب امروز شما داخل داش آماده میسازین یا داخل روغن؟ داخل داش.
پس کسایی که نمیتونن مایع زیادتر نوشجان کنن و یا اصلا مایع نوشجان کردن نمیتونن به خاطر که چربی خون دارن، برنامه رو تاخیر دنبال کنن تا که ببینن که بچه جان به چی شکل آماده میسازه. میگن که مایعی که داخل داش آماده شوه چربی خون نسبت به مایعی که داخل روغن آماده شوه بالا نمیبره. پس برنامه رو دنبال کنین تا که ببینین چه قسم آماده میسازه. شما قسم دخانتون آماده بسازین تا که صحتمندتر باشین و تا بچه جان مایعی را داخل مواد اخته میکنن. ما میریم بخش مواد لازم یک بار دیگه با هم میبینیم، دوباره برمیگردیم. مواد لازم برنج مکس با کباب ماهی: برنج 500 گرم، ماهی 500 گرم، پالک 1 کیلو، گشنیز 100 گرم، چکن کیوب 1 عدد، لیمو 1 عدد، مرچ سیاه و نمک قدر ضرورت. ادامه لحظات شیرین آشپزی به همکاری هدیه است و خوشم می آید. ادامه برنامه آشپزی است و مواد که امروز در غذای امروزی بچه جان استفاده می کنن، مواد اصلیش مایی است، گوشت مایی که همراه با گوشت مایی و برنج می خواهن غذای بسیار خوشمزه آماده بسازن. خب گشنیز هم اضافه کردیم داخل مواد که می خواهن اخته کنیم. بله، گشنیز هم اضافه کردیم. به این شکل گشنیز همراه با آب لیمو و روغن زیتون که اضافه کرده بودیم مخلوط میکنیم و نوبت مرچ سیاه هم است. مرچ سیاه را همراه با آب لیمو، گشنیز و روغن زیتون مخلوط میکنیم و به این شکل بالای گوشت که آماده ساخته بودیم اضافه میکنیم. گفتیم کسایی که چربی خون دارن میتونن زیادتر از این غذا استفاده کنن. بله، به خاطر یک غذا است کاملا صحی است که همراه با روغن زیتون آماده ساختیم و در کنارش از روغن نباتی هم استفاده نکردیم. به خاطر ما میتونیم بگیم صحی است و در کنارش سبزیجات هم است. سبزیجات هر چی استفاده کنیم واقعا طعم از این غذا زیادتر هم میسازه و بر صحت هم فایده داره. خب برنج به می اندازه نرم میسازیم. یعنی کاملا نرم نباید باشه؟ نباید باشه. خب به خاطر آماده ساختن این مایی درجه داش باید و چند درجه باشه؟ خب 250 اگر باشه بهتر است. ما میتونیم زودتر آماده بسازیم، به شکل هم زود آماده میشه و هم خوبتر آماده میتونیم ساختن و اگر داخل داش باید بانیم مایره. اگر قبل از قبل مدت زیاد ای اخته کنیم میره اخته هر چیز زیاد اخته شد به مو اندازه خوبتر و خوشمزه تر آماده میشه. خب مایی آیسته آیسته اخته میشه آماده میشه و قسمت برنجی که اضافه کردیم، آبی که بندازی که ما میخواستیم آب اضافه شد کاملا به این شکل آماده میشه. خب نوبتی یک دیک یا تخمپزی دیگه است که باید از این قسمت بگیریم و تا وقتی که گوشت آماده میشه برنج آبی که داره به این شکل باشه. برنج آبش صرف دیگه این قسمت میمونیم. خب برنج ای را به خاطر از این به شکل ماندیم که نمیخوایم زیاد نرم شوه. شما میبینید که همین لحظه هم داخلش به اندازه نیم گلاس آب دیگه هم هست در قسمتش. وقتی که آب اگر خوشه هم ما نمیتونیم این غذا آماده بسازیم، به خاطر به شکل کاملا مخلوطش میکنیم و روغن زیتون. خب اگر روغن زیتون نباشه از کدام روغن استفاده کنیم؟ خب روغن زیتون اگر نباشه ما میتونیم که همراه با روغن نباتی آماده بسازیم، ولی زیتون وقتی باشه ما میتونیم غذاهای خوشمزه را همراه با روغن زیتون آماده بسازیم. روغن زیتون واقعا
طعم بسیار خوب تر داره و ما میتونیم غذای خوشمزه را همراه با روغن زیتون آماده بسازیم. خوب ایده که این قسمت باشه. پیاز. البته از نیم پیاز ضرورت داریم. و پیاز به شکل دوباره به شکل نخوتی برش میکنیم. خب اینو میخواییم داخل روغن سرخ کنیم. بله. خب پیشتر خودت گفتی سیر اگر زیادتر استفاده کنیم. یعنی در این خضا که امروز سیر استفاده کنیم در ماهی و در برنج. دو عدد سیر بودی. یعنی ما میتونستیم که هر دوش را در یک خضا استفاده کنیم. ولی باشه یک شد داخل یک خضا اضافه میکنیم یک شد در خواهد دیگیش. به شکل هم زیاد نمیشه و هم تم مزه خوبی رو برای خود میگیره. کیوپی که هست کیوپ هم اضافه میکنیم. آیست آیست آماده میشه و باز هم این قسمت گشنیز. خب برگای گشنیز باشه که به خاطر تزیین کردن غذا، ولی زیادتر از این قسمت ساقش استفاده میکنیم. خب یعنی از برگاش استفاده نمی کنیم. خب میشه که از برگش هم استفاده کنیم، ولی از ساقش بهتر است. خوبتر ما میتونیم آماده بسازیم. گشنیز هم داخل برنج اضافه میکنیم. و گفتین سبزی مخلوطی که امروز برنامه استفاده میکنیم، میگین که از کدام سبزی یا از کدام سبزیجات داخلش مخلوط شده؟ گفتین که برای بیننده معلومات میدین. بله. خب یک مخلوط سبزی است که به شکل بخارپز آماده شده. کمی آب می داشته باشه به خاطر نگهداریش همراه با کمی مواد دیگه به خاطر ما خوبتر نگهداری کنیم. خب جواری هم از مطر، زرده، کچولو و بامیه. یعنی اگر این مواد در دسترستان باشه میتونید از تازه استفاده کنید. هم میتونیم از تازهش استفاده کنیم، ولی بعض وقتا که وقت نمیداشته باشیم ما میتونیم که از یه هم استفاده کنیم. چرا نرم شده است، آماده شده است، هیچ ضرورت به این نیست که ما زحمت بکشیم تا دیگه موادش بریم. ما میتونیم هم را به خود از یه آماده بسازیم. اما سبزیجات تازه میشه طعم خاص خود داره، خوشمزه تر نسبت به سبزیجاتی که آماده شده است از قبل. بله واقعا تم خود داره. ما میتونیم از اون زیادتر استفاده کنیم، ولی بعضی وقتا اگر تنبلی اومد میتونیم استفاده کنیم. خب کمکی سویا ساس بسیار کم اضافه میکنیم، چون که دارک سویا است یا سویا تاریک است که زیاد غلیظ است. خب سویا ساس به خاطر کدام غذا استفاده میشه؟ هر غذای خواسته باشیم که امروز ما داخل برنج امتحانش کردیم. زیادتر وقتا ما میتونیم داخل سوپ اضافه کنیم. همراه با سوپ واقعا که یک سوپ خوشمزه آماده میشه و یک کمه که شور هم است. کمه کنه که خوب صحیح شور است. طعم شوری رو داره. شوری رو داره، بله. و این یک سبزی که آماده ساخته بودیم این هم داخل برنج به شکل اضافه میکنیم. ولی تا وقتی که این مواد آماده نشده ما او را مخلوط نمیکنیم، چرا که وقتی که این آماده شد بعد از او داخل دیگه اضافه میکنیم، حرارت کم میکنیم و نوبت ربع حتی است. یک ربع بسیار خوب خوشمزه که ما میتونیم غذاهای خوشمزه را همراه با ربع حتی آماده بسازیم. و امروز به خاطر کمک مزه برنج تغییر بدیم. قسمی که میبینید باز کردنش هم آسان است. یک کمه داخل این مواد اضافه میکنیم. اگر تمام اضافه کنیم واقعا رنگ خوب رو میده، چون رنگش کاملا طبیعی است. خب در این بخش از برنامه در رابطه با فواید دوغ برتان معلومات آماده ساختیم که با هم یک جا میبینیم. زود برمیگردیم. ما
دوغ یکی از سالم‌ترین نوشیدنی‌های سنتی است که مصرف آن خصوصاً در فصول گرم سال بسیار توصیه می‌شود. این نوشیدنی برخلاف آب میوه‌های صنعتی و نوشابه‌های گازدار برای کودکان بالای یک سال مناسب بوده و می‌تواند پروتئین، چربی، ویتامین‌های B، D، کلسیم و همچنین آب مورد نیاز بدن را تا حدود تامین کند. ادامه لحظات شیرین آشپزی به همکاری بعد همه برنامه آشپزی خوش آمدین. برنج را که امروز بشیر جانم را مخلوط سبزی آماده ساختن، او را با سبزیجات مخلوط ساختن و پیاز همراه با روغن زیتون و رب و سویا ساس کاملا مخلوط کردن و حالا او را سرخ میکنن. خب مواد را که آماده ساخته بودیم کاملا آماده شده، صرف دوباره میخوایم که کمی حرارت زیاد کنیم. به خاطر حرارت زیاد چه، اگر حرارت زیاد میاد پیشتر کاملا میسوخت، ولی حال نوبت از است که کمی آب جوش اضافه کنیم. به اندازه. خب دوستای عزیز، قسمی که بیشتر گفتم واقعا که نشایسته بر کسایی که چاق هستن، یعنی در مجموع نمیگیم کسایی که چاق هستن وزنشان زیاد است ضرر داره برشان، ولی کسایی که وزنشان کم هستن ورزش میکنن برازو فایده زیاد داره. خب این غذایی است که هر کسی خواسته باشه میتونه استفاده کنه. خب مواد هم آماده شد. خب بشیر جان میگن وزنش کم از طرف مسئله میکنین، خب کسایی که ورزش میکنن زیادتر نشایسته استفاده میکنن، یعنی غذایی که زیاد نشایسته داشته باشم مثل کچالو و برنج. بله، من طرف خودت سعی میکنم، من گفتم کسایی که وزنش زیاد است و نشایسته کم بخورن، کسایی که لاغر هستن و نظر زیادتر بخورن نشایسته ده. یعنی واقعا که استفاده کردن نشایسته بر کسایی که خب در مجموع از همه ویتامین ها اگر استفاده کنیم بهتر است. یک نباید که بگویم درباره نشایسته گپ بزنیم. خب کسایی که سپورت میکنن، زحمت زیاد میکشن و به اون اندازه انرژی مصرف میکنن، بهتر است که از همه ویتامین ها بگیرن. سر به خاطر از این نشایسته میگیم که بعضی کسایی هستن زیبایی اندام کار میکنن، به خاطر آماده ساختن عضله نشایسته خوبتر است، به یک انرژی است که زودتر در همه قسمت های بدن پخش میشه. خب مواد کاملا آماده ساختیم. وقتی که ما مواد سرخ شده که امرا با پیاز، روغن زیتون و سویا کمی اضافه کرده بودیم، یک عدد کیوب هم بود اضافه کرده بودیم، به این شکل امرا با برنج مخلوطش میکنیم. به این شکل باید کاملا مخلوط شد، ولی بسیار با احتیاط دیره مخلوط میکنیم، بخاطر که نباید برنج خراب شد و نباید بشکنه. خب اگر شکست خلاص است، برنج کار نداریم، ولی باید که ملاقه را انتخاب کنیم که چوبی باشه و یا پلاستیکی، و او هم قسمت های لبیش باید که دبل باشه. اگه قسمت های لبه دبلتر باشه ما میتونیم خوبتر غذا رو مخلوط کنیم و آماده بسازیم، ولی اگر به شکل ملاقه آهنی که به شکل کارت نوکش چیز است برنج مخلوط کنیم، با دو ملاقه کاملا میده میده میشه و خراب میشه. بعد از دوستا سوال داشتن، وقتی که غذای را به عجلگی آماده میسازن، وقتی تش میگیره یک کمی میسوزه بوی سوختگی می داشته باشه، چی دو اضافه کنن تا که بوی سوختگی از بین بره؟ خب یکی خون نان قاقص، دو تا نان قاقص بنیم که کاملا بوی از بین میره، و رای دومش هم بسیار یک رای آسان و ساده و خوبی است که هر وقت میتونن استفاده کنن، متوجه باشن، اخیر متوجه باشن از پیشون خراب نشه. خب بعضی اصلا عجله دارن، مهمان خانه شون اومده اما دیگ میسوزه در اون وقت، نمانند که بسوزن، حرارتش کم کنن، بسیار با احتیاط بسوزن. وقتی که سوخت خونه میسوزه دیگه، اگر ما ناقاق بانیم هر مواد ایره بانیم باز هم دودبویش میباشن. کسی اگر میگه که دودبویش پس میشه چی امکان نداره. به اون شکل اگر قاق شدگی باشه، درگرفتگی باشه، بوش نمیره، ولی اگر به تو کمکی خود از رنگ خود تغییر داده باشه، بعد از ما میتونیم همراه با ناقاق کمی بوشه تغییر بدیم و آماده بسازیم. ولی اگر به شکل اون باشه میتونیم گشنیز چاپ کنیم، همراه با برنج مخلوط کنیم، گشنیز هم خوشبوی خاصی می داشته باشه، رنگ برنج هم خوبتر میسازه. خب سویا ساسی بود که داخل آب انداخته بودم، باز هم کاملا مخلوطش کردم، بالا برنج به اندازه 4 الی 5 قاشق اضافه کردیم، دیگه دوباره این قسمت میمونیم، متوجهش تا وقتی میباشیم که
کمی برنج معلوم شد که آب که از داخلش وایسته است جوش میکنه، ولی از منقلی که امروز استفاده میکنیم واقعا حرارت بسیار زیاد داره. همین لحظه که دیگه ماندیم همین لحظه پس دوباره به جوش آمد. یعنی این میگن که یک زودپز بسیار خوب، یک منقل بسیار خوبه که مصرف زیاد است ولی دیگه زودتر آماده میشه. کسی که میمان میداشته باشه نزی بخرن. ما به اون خاطر سوال که دوستای ما گفته بودن آلبرتون گفتم به خاطر که این منقل زودپز است، گفتم اگه بسوزه شما چی باید چی کارا کنین و درباره سیر چطور؟ سیر رو میتونیم به خاطر گرفتن بوی سوختگی استفاده کنیم؟ خب بعضی وقتا میتونیم، بعضی وقتا میتونیم که استفاده کنیم، ولی 100% اگر ما بگوییم بوی خسار از بین میبره، یعنی اما سوختگی از بین میبره، هیچ امکان نداره. میباشه هر چه کوشش کنیم باز هم بویش میباشه، چرا که همراه با کاملا اونمو بوی سوخته، بوی دم گرفته، یعنی در همه قسمت های برنج، سطح برنج که ما بشویم در قسمت داخلش امو بوی میباشه. به این شکلی که ما غذا رو خوشمزه میسازیم با بعضی مواد و بعضی مصالحا، به این شکل هم اونمو بوی و خود گرفته. به خاطر دیگه اگر کوشش کنیم تا هم با از پیش من سوزه ما میتونیم خوبتر هم بسازیم، ولی در بازار یک نمد منقلای گازی که نام آمده تا آخرین قطره آبی که داخل دیگه است روشن است، از این نشان میده که روشن است، ولی وقتی که آب دیگه کاملا خلاص شد، یعنی نزدیک سوختن میباشه، اتومات خود خاموش میکنه، میشه کسی استفاده کنه. اون کسی که کمی مشکل دارن. خب حالا ما از کدو استفاده میکنیم؟ حالا نوبت کدوست که باید گوشتار کاملا، خب کدو که امروز آماده میسازیم میخوایم به شکل بسیار نازک نازک به شکل ورقی رو برش کنم و بعد از اون کدو رو هم داخل چوب همراه با یک تزینه که بسیار ساده آماده بسازیمش. نازک است، خطر زیاد دبل نیست، ولی یوالش دور میکنیم و به می شکل سیوم هر چند تایی که ضرورت داریم ما می شکل جدا میکنیم و حال نوبت این قسمتش است. اولش باز هم ضرورت نداریم، شروع از دو سه چهار و این قسمت باز هم اولش ضرورت نیست، یک دو سه باز هم این قسمت لبید است، چهارم هم میشده. به این شکل یک یا دو یا سه عدد کدوگه که میباشه ما میتونیم آماده بسازیم. اصلا ما میتونیم از بادنجان سیاهی که خوب تازه باشه از او همیشه که استفاده کنیم، ولی به شکل اگر ما کدوگه که ما از پوستش به شکل استفاده کنیم و ایریچو کنیم، این ما میتونیم کاملا توتا توتا کنیم همراه با یک عدد پیاز، یک عدد کچولو، سه چهار دندان سیر، دو عدد کیوب داخل آب اضافه کنی، خوب جوش بده تا کاملا نرم شه، میکسش کنی، یک سوپ کدوگه که خوشمزه آماده میشه. ولی باشه، خب این پوست ها که آماده ساختیم، گوشتی که این قسمت است به شکل داخل پوست میمونیم، تبش میتیم و قسمت آخرش برش میکنیم به خاطر دیزاین ما رو خراب میکنه. داخل چوب به شکل آمادهش میکنیم، یکی آماده شد، یک گوشت خورده انتخاب میکنیم چرا که دیگه کم خورده است، تاوش میدیم تا جایی که امکان داره. قسمت آخرش باز هم برش میکنیم و ایره هم داخل چوب میزنیم، ولی شکل که خوبتر نشان میده داخل چوب یک دانه گوشت به این شکل میمونیم و دومش به این شکل، به شکل بانیم هر دو طرف زی وقت سرخ شد داخل گوشت کاملا پخته میشه، ما میتونیم خوبتر این غذا را آماده بسازیم و به این شکل هر چقدر گوشتی که باشه ما میتونیم که آماده بسازیم. برنج هم آهسته آهسته دم میخوره، یعنی وقتی که برنج دم گرفت معلوم میشه یک بشقاب کلان به خاطر ازی که ما میخوایم کمی نرم شه در قسمت داخل برنج اضافه ما نیم بشقاب تا حرارت زیاد به برنج برسه و برنج زودتر نرم بسازه. حرارتش متوسطه، زیاد هم نیست و کم هم نیست. چرا از خود کدو استفاده نکردین؟ به خاطر خود کدو وقتی ما به شکل استفاده کنیم میشورند خدا، وقتی پخته کردن کاملا میشورند، برای خاطر ما میتونیم صرف از این قسمت های سخت کدو استفاده کنیم. خب کسایی که نتونستن در شروع برنامه مواد لازم یادداشت بگیرن، همین لحظه مواد لازم آماده نشد با هم میبینیم، دوباره برمیگردیم. مواد لازم برنج مکس با کباب ماهی: برنج 500 گرم، ماهی 500 گرم، پالک
1 کیلو، گشنیز 100 گرم، چکن کیوب 1 عدد، لیمو 1 عدد، مرچ سیاه و نمک قدر ضرورت. ادامه لحظات شیرین آشپزی به همکاری روبه هدیه است و خوشم می آید. ادامه برنامه آشپزی است و آیسته ایسا به دقیقه اخیر برنامه نزدیک میشیم و غذا هم در حال آماده شدن است و گوشت ماهی را همراه با پوستای نازک از کدو یک جا با هم پیچاندن و یک دیزاین بسیار خوبی را به او دادن و داخل داش رو گذاشتن تا وقتی که پخته شود. خب چند دقیقه داخل داش باید او گذاشته شود تا پخته شود؟ خب داخل داش برای 7 تا 10 دقیقه میمونیمش تا کاملا آماده شود. وقتی که میره در بر میگیره به خاطر اینکه یک بار دیگه هم ما ماهی را داخل آب جوش اضافه کرده بودیم، او آب کمک دهی میشه وقتی که داخل آب جوش به شکل باشه زودتر نرم میسازیش و داخل داش وقتی میمونیم کاملا داخلش هم پخته میکنه. واقعا که به شکل ما میتونیم خوبتر یک غذا آماده بسازیم. خب امروز پالک را که انتخاب کردیم، پالک بسیار خوب و تازه است که ما میتونیم خوبتر از این غذای خود تزیین کنیم و شما میتونید که از برگای خرد پالک هم استفاده کنید. خب برگای خرد پالک با یک دیزاین بسیار خوبی هم آماده میشه. هرچی برگای پالک خردتر باشه این دیزاین خوبتر ما میتونیم آماده بسازیم. خب میتونن از دیگر نوع سبزیجات هم به خاطر دیزاین ای غذا استفاده کنن؟ بله بله میشه از برگ تاک هم استفاده کنن، میشه که از برگ لیمو هم استفاده کنن. برگ لیمو ما میتونیم غذای خوشمزه هم را با برگ لیمو آماده بسازیم. خب به این شکل برگ کاهو خرد کاهو را پیدا میکنیم. پالک. خب به این شکل ما دیزاین خود آماده ساختیم، کاملا یک شکل مقبولی را برای خود گرفت و باز هم ضرورت به این ملاقه داریم که ما برنج باید از داخل از بکشیم در خدمت ازی تزیین میکنیم. چهار طرفش یک رنگ سبز بسیار خوبی میداشته باشه و خوبتر آماده میشه و این بشقاب ما به خاطر ازی داخل ازی مانده بودم تا حرارت خوبی در قسمت داخلش باشه و وقتی که از قسمت پایین حرارت بلند میشه پس داخل بشقاب میزنم، بشقاب پس حرارت داخل برنج میزنه، برنج خوبتر ما میتونیم آماده بسازیم. واقعا برنج دانه‌دار خوبی آمده است. یعنی تمام سبزیجات که داخلش اضافه کردین کلش نمایان است. خب از ماهی خبر گرفتین آماده شده؟ آماده میشه. و در کنار غذایی که آماده میسازید میتونین از سالادهای بسیار خوشمزه و همراه با سبزی های بسیار مفید تازه‌ای که در بازار هستن میتونین از او استفاده کنین به خاطر تزیین و به خاطر نوشجان کردن غذایی که آماده میسازین. خب نوبت گوشت است که گوشت باید از داخل داش بیرون کنیم. به خاطر از اینکه آماده شده داخل داش کاملا داغ بود و امیل از معلوم میشه که گوشت کاملا آماده است. بله یک گوشت بسیار خوب خوشمزه که ما اول چهار طرفش همراه با ورق های کدوگک بسته کردیم. داخلش ماهی است و موادی که داخلش اضافه کرده بودیم همراه با گشنیز، روغن زیتون و آب لیمو، نمک، مرچ سیاه اضافه کرده بودیم به شکل آماده شد و ایره به شکل بالای گوشت اضافه میکنیم. یک غذای خوشمزه واقعا که طعم بسیار خوبی داره که ما میتونیم خوبتر ایره آماده بسازیم. خب خب یک غذای واقعا زودپس، فواید بسیار زیاد، مزه‌اش دیگه باز وقت امتحان کنیم براتون میگیم که چقدر. و کسایی که چربی خون دارن و وزن زیاد دارن میتونن زیادتر از این غذا استفاده کنن چون چربیش بسیار کم است و به این گوشت ماهی استفاده شده که گوشت ماهی فواید بسیار زیادی داره نسبت به گوشت‌های دیگر. بله
بله خب. واقعا که ماهی ویتامین زیاد داره، برای یک روغن امگاسی داره که واقعا برای صحت مفید است و او روغنی است که اصلا هیچ چربی نداره که به وجود ما ضرر داشته باشه، برای لرزی که ضرر نداره فایده بسیار زیاد هم داره. و از روغن ماهی هم استفاده میکنن بعضی اشخاص؟ بعضی استفاده میکنن به خاطر درد مفاصل، مفاصل به خاطر روشن شدن چهره، و چندی رای دارن که ما میتونیم از روغن ماهی استفاده کنیم. خب این بود برنامه امروزی که بر شما بشیر جان غذای بسیار خوشمزه را آماده ساختن. تا برنامه بعد و غذای بعد خدا نگهدارتون. خب دوست عزیز سی بود غذای که امروز آماده ساختیم. باز هم اگه شما کدوم مشکلی دارید در هر غذایی که خودتان خواسته باشه میتونه که ایمیل بگذارید و یا در صفحه فیسبوک و تی وی پیام بگذارید تا براتون عمو غذای خوشمزه که خودتان میخواین براتون آماده بسازیم به شکل‌های مختلف. شما میتونید که هر غذای باشه میتونه که در کامنت بگید که ما براتون آماده بسازیم. تا برنامه بعد خداحافظ و ناصر شما. تا آشپزی دیگر به همکاری رب هدیه است و خوشم می آید.